سرخط خبرها. بحران آلودگی هوا در کلان شهرهای ایران. وزیر نفت میگوید مایل نیست مازاد مصرف شود ولی چاره ای نمانده. مراسم سالگرد ترور قاسم سلیمانی در چند کشور منطقه. هواداران فرمانده سابق سپاه قدس تجمع کردند. سردرگمی 900 پناهجو در زمستان سخت بوسنی. ساکنان کمپ سوخته لیپا اعتصاب غذا کردند. و نقاشی وسایل نقلیه در پاکستان از کامیون تا هواپیما. سلام، خوش آمدید به این بخش خبر از تلویزیون فارسی بی بی سی. در کلان شهرهای ایران که آلودگی هوا برای همه گروه های سنی ناسالم اعلام شده، مراجعه به اورژانس تا 10% افزایش پیدا کرده. آلودگی هوا در روزهای اخیر به علت افزایش مصرف گاز بیشتر شده. بعضی از نیروگاه ها برای جبران کمبود گاز به سوخت سمی مازوت رو آوردند. وزیر نفت امروز گفت که مایل به مصرف سوخت مازوت در صنایع نیست ولی چاره ای نمانده. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم گفته قوه قضاییه بخشنامه کرده که ماموران این سازمان مصرف مازوت در نیروگاه‌ها را بررسی نکنند. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. نشست مشترک امروز راه حل فعلا صرفه‌جویی است. این پاسخ مسئولانی است که امروز اینجا درباره آلودگی هوای تهران جلسه گذاشتند. از عنوان جلسه هم معلوم بود حرفی جز این بیرون نمی‌آید. ما فقط مصرف بهینه را از مردم می‌خوایم. و آن حرف این که فرهنگ صرفه‌جویی گاز باید بالا برود تا مصرف پایین بیاید. بالاترین مصرف به طور غیر عادی در خانه ها هست و این غیر منتظره بوده و شاید هم یکی از دلایلش این است که مردم فکر میکنن که اگر پنجره ها رو باز بذارن کرونا میره. 1,000,000,000 متر مکعب تولید و مصرف گاز رقم بزرگی است، یعنی ما خیلی داریم مصرف میکنیم. مصرف گاز در روزهای اخیر که هوا سرد شده به شدت بالا رفته است. ظرفیت گاز کشور کفاف نمیدهد و این روزها سوخت مایع که اشاره به مازوت دارد به نیروگاه ها و صنایع داده می شود. مشتی نمونه خروار نیروگاه شهید رجایی در نزدیکی قزوین است، یا نیروگاه شازند در حوالی عراق. ما مایل نیستیم مازوت مصرف بشه، اما اون جایی که لازمه چاره نیست دیگه کاری نمیتونیم بکنیم جز اینکه باید مازوت مصرف بشه. وزیر نفت میگوید چاره‌ای در استفاده از سوخت مازوت نیست. اما آنچه امروز رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت نشان میدهد که معنی ناچاری این بوده. مازوت روی دست پالایشگاه‌ها مانده و باید مصرف کنند. بخشنامه هم کردند که ماموران محیط زیست نتوانند به نیروگاه‌های مشکوک به مصرف مازوت سر بزنند و بررسی کنند. ایران نتوانسته ظرفیت تولید گاز را به حدی برساند که در روزهای سرد نیاز به استفاده از مازوت نباشد. اما مشکل فقط مازوت نیست. موتورسیکلت‌های قدیمی هم هستند. پلیس ایران 10,000 موتورسیکلت قدیمی و آلاینده را بعد از سالها ضبط در این پارکینگ‌ها به صاحبانش پس می‌دهد. بیشتر این موتورسیکلت‌ها کاربراتوری هستند و مثل دیگر منابع متحرک آلایندگی هوا، هوای کلان شهرها را به شدت آلوده می‌کنند. ترخیص موتورسیکلت‌ها در شرایط فعلی نمونه‌ای است از ناهماهنگی میان دستگاه‌هایی که وظیفه آنها باید مبارزه با آلودگی هوا باشد. این بدون در نظر گرفتن ناهماهنگی بین این وظایف و کارکرد صنایع در ایران است. اینجا اطراف شهر اصفهان است. ببینید صنایع اینجا چقدر آلودگی تولید می‌کنند. فقط کافی است پدیده جوی مثل وارونگی هوا هم از راه برسد. نتیجهش آلودگی هوا در کلان شهرهای ایران است که امروز به حد خطرناکی رسیده. نسبت به 10 سال گذشته بهتر شده، اما از سال قبل بدتر. راههایی که میشد جلوی وضعیت امروز آلودگی شهرها را گرفت در دسترسند. قانونش هم وجود دارد. قانون هوای پاک. اگر به درستی اجرا شود. سیاوش اردلان در استودیو به ما پیوسته. سیاوش، در
گزارش اشاره کردی به حرفایی که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست زده امروز، بیشتر از اون برامون بگو. در واقع اینا افشاگری هایی بودن که در ذات خودش تناقض داشت با حرفایی که از یک طرف بیژن زنگنه وزیر نفت زد. اول بگیم بیژن زنگنه چی گفت. گفت ما چاره‌ای نداریم که سوخت مازوت مصرف بکنیم. این تصور رو به وجود میاره طبق روایت رسمی مسئولان صنعت نفت، هر وقت که هوا سرد میشه و مردم بیشتر گاز مصرف میکنن و گاز کم میاد، برای جبران کمبود فشار گاز اینها به نیروگاه‌ها سوخت مازوت میدن، یعنی مازوت اونجا گذاشتن کنار که هر وقت گاز کم اومد این مازوت رو استفاده بکنن. اما حرفی که حالا عیسی کلانتری رئیس حفاظت محیط زیست میزنه اینه که پالایشگاه‌های ایران گاهی تا 30-40% مازوت تولید می‌کنن و این مازوت رو دستشون مونده و جایی ندارن که اینها رو ذخیره بکنن، و چون جایی ندارن اینها رو ذخیره بکنن اینها رو میدن به نیروگاه‌ها. یعنی بحث کمبود فشار گاز نیست، بحث مازاد بودن مازوت هست، و این خودش باید توجه افکار عمومی رو به این نکته جلب بکنه و از مسئولان، مخصوصا کارشناسان نفتی و کسایی که تو حوزه‌های صنایع سوخت فسیلی هستن، بپرسن که وضعیت تولید سوخت مازوت در پالایشگاه‌ها چقدر هست؟ واقعا چند درصد پالایشگاه‌ها دارن با زیان کار میکنن، فرسوده هستن، به جای اینکه ظرفیتشون برای تولید سطح بالاتر حداقل مازوت به کار بره، یا بنزین و گازوئیل یا ظرفیت تولید گاز، چرا دارن مازوتی رو استفاده میکنن که حتی کشتیرانی‌ها هم غلظت گوگردش رو ناسالم تشخیص دادن ولی الان داره وارد ریه‌های مردم میشه؟ حالا این جلسه ای که امروز با وزیر نفت داشتن به چه نتیجه رسید؟ پیامش این بود که صرفه‌جویی بیشتر. یکی از راهکارا این هستش که چراغ‌های بزرگراه‌ها رو قطع بکنن، چراغی که تشخیص میدن که برق زیادی مصرف میکنن. ولی پیام اصلیش این بود که مردم کمتر مصرف بکنن گازی که دارن در این فصل سرما استفاده میکنن. در کل پیام خوبی هست، چون فرهنگ مصرف گاز در ایران خوب نیست و باید صرفه‌جویی بشه. اما این سوال رو باقی میذاره که اگر سیاست‌های درست به کار گرفته میشد، شاید لزومی الان به این صرفه‌جویی نبود. مثلا همین بزرگراهایی که چراغاشون رو خاموش کردن که بتونن صرفه‌جویی بکنن در مصرف برق، اینها لامپ‌های 400 واتی هستن، بسیار لامپ‌های قوی هستن و خیلی بهره‌وری بالایی ندارن. اینها رو میتونستن جایگزین بکنن با لامپ‌هایی که بهره‌وریشون بیشتره و لزومی نباشه به قطع برق. ولی در کل اگه زیرساخت‌ها درست‌تر باشن، لزومی به این نبود که ایران به عنوان کشوری که بزرگترین دارنده منابع گازی هستش الان بخواد وارد بحث صرفه‌جویی بشه. ممنونم از سیاوش اردلان. مامان، در ایران دادگستری سیستان و بلوچستان از اجرای حکم اعدام 3 نفر خبر داده. حسن دهواری، الیاس قلندرزهی به اتهام اقدامات تروریستی و امید محمودزهی به اتهام اقدامات شرورانه و قتل اعدام شدند. وکیل آقایان دهواری و قلندرزهی با اشاره به وجود اشکالات قضایی در روند دادرسی و صدور حکم، خواهان توقف اجرای حکم آنها شده بود. وبسایت مجموعه فعالان حقوق بشر هرانا به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده این متهمان نوشته که آنها صرفاً برای اعمال فشار به خیشاوندانشان که عضو گروه سنی جیش العدل هستند و علیه حکومت مرکزی ایران فعالیت می‌کنند، بازداشت شده بودند. معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران میگوید ایران طی 30 سال گذشته 17 میلیارد دلار در منطقه هزینه کرده. محمد رضا نقدی در یک برنامه تلویزیونی گفته این مبلغ خرج دیپلماسی و فعالیت‌های فرهنگی و دفاعی شده. آقای نقدی با دفاع از حضور ایران در جنگ‌های سوریه و عراق گفته که وضع این کشورها بحرانی بود و باید به آنها کمک می‌شد. در اولین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران و همرزم عراقی او ابو مهدی مهندس در حمله هوایی آمریکا، طرفداران آنها در ایران و چند کشور منطقه تجمعاتی برگزار کردند. بزرگترین این تجمعات در بغداد برگزار شده که با وجود امکان شیوع ویروس کرونا، هزاران نفر در صفوف تنگاتنگ راهپیمایی کردند و علیه آمریکا و اسرائیل شعار دادند. در روزهای اخیر با نزدیک شدن این سالگرد، تنش میان ایران و آمریکا هم اوج گرفته و دو طرف علیه اقدام نظامی به یکدیگر هشدار دادند. کسری ناجی گزارش می‌دهد. میدان تحریر بغداد امروز، حامیان و افراد هشت شعبی، طرفداران ایران و طرفداران قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس در اولین سالگرد ترور آنها
قاسم سلیمانی بانی هشت شعبی بود و ابو مهدی مهندس بالاترین مقامان. امروز هشت شعبی متشتت اما مصمم است. هدف اصلی حالا بیرون راندن آمریکاست، از عراق و از منطقه، همان هدف و خط ایران، چیزی که آنها را در مقابل دولت عراق هم قرار داده. اینها زنده اند و نمردند. تلویزیون ایران هم این تجمع را در بغداد به طور زنده پخش کرد. این گوشه ای از سخنان هادی آمری، جانشین رئیس هشت شعبی. شهید سلیمانی و مهندس مکتب جهادی، مکتب آزادی بخشی و آزادی را بنا کردند که هزاران جوان در آن درس می آموزند و هزاران نفر آماده فداکاری و ایثارگری در این مکتب و در محور مقاومتند. هزاران نفر از افراد و حامیان هشت شعبی از دیشب با اتوبوس به بغداد آورده شدند برای این نمایش قدرت. در مراسم افتتاحیه در تهران امروز از کتاب خاطرات قاسم سلیمانی پرده برداری شد، کتابی با عنوان از چیزی نمیترسیدم، در مراسمی که دختر او هم سخنرانی کرد. من به نمایندگی از خانواده حاج قاسم برای ایشان هدیه‌ای برده بودم. این هدیه زندگی نامه به قلم حاج قاسم بود. در تبلیغات رسانه‌های ایران قاسم سلیمانی در روزهای گذشته به اسطوره‌ای تبدیل شده، مافوق انسان، حامی بزرگ مظلومان و مبارز با آمریکا. در جنوب لبنان حزب الله مراسمی در کنار مرز با اسرائیل برگزار کرد، برافراشتن پرچمی با تصویر قاسم سلیمانی بر آن، کسی که مسئول گسترش نفوذ نظامی ایران در منطقه بود و افزایش توان موشکی حزب الله. در سالگرد ترور قاسم سلیمانی دیشب مراسمی هم در کنار دیواری در بیرون فرودگاه بغداد برگزار شد، جایی که اتومبیل او هدف دو راکت یک پهپاد آمریکایی قرار گرفت. دیواری که حالا به نمادی تبدیل شده از آنچه که ایران و نیروهای هشت شعبی آن را نماد مقاومت می‌دانند. مقاومت در کشورهای منطقه علیه آمریکا. کسرانجی بی بی سی. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت آلمان با ما هستن. آقای صدرزاده، یک سال گذشت از کشته شدن قاسم سلیمانی، امروز نیروهای تحت کنترل او رو در منطقه وضعیتشون رو چطور میبینید؟ ضعیف شده، واقعا میشه گفتش که ضعیف شده، چون این چیزی رو که ما امروز در بغداد دیدیم در به اصطلاح با پشت زمینه اختلافات بسیار وسیعی که بین هشت شعبی و نخست وزیر عراق آقای الکاظمی هست قابل فهمه. یعنی اینها هفته ها بود که تصمیم داشتن، اعلام کرده بودن که ما صدها هزار نفر رو میاریم در خیابون، ما مسلح خواهیم آمد و ما هر کاری خواهیم مایلیم خواهیم کرد، ولی آقای کاظمی برایشون شرطی قائل شد که شما میتونید بیاید، مسلح نباید باشید، لباس به اصطلاح فرمی نباید بپوشید، به لباس نظامی، در این حال به منطقه سبز بغداد هم نباید نزدیک بشید. امروز هم حدود 30-40 هزار نفر تونستن بسیج کنن از همه عراق و اونجا، و علی‌رغم این که همطور که در گزارش گفتید متشتت هستن، مختلف هستن، اختلافاتی دارن، تونستن روی این مسئله با هم دیگه توافق کنن که امروز بیان، چون مسئله خلع سلاحشون مطرحه. آقای کاظمی گفتی که باید اینا سلاحاشون رو تحویل بدن، و سخنرانان امروز هم از جمله حرفایی که زدن از اینکه عراق باید بره، اینکه آمریکا باید از عراق بیرون بره و غیره، گفتن ما به هیچ وجه سلاحمون رو پس نخواهیم داد. بنابراین این آغاز یا ادامه دعوایی است که نخست وزیر عراق با هشت شعبی داره، باید ببینیم پایانش به کجا میرسه. ولی همونطوری گفتم نظرات مختلفه. آقای مقتدا صدر که اون هم به هر حال نیروهای طرفدار خودشو داره و خیلی هم وسیع است در بیان در بین شیعیان، اون هم در یک اعلامیه گفته که دولت‌های خارجی با این تظاهرات نشون دادن که میخوان در کار ایران دخالت بکنن. آقای کاظمی هم گفته که ما تحمل کردیم این تظاهرات رو به خاطری که در این صورت خطر جنگ داخلی وجود می‌داشت. اینه که در این پیش زمینه میشه فهمید که اهمیت این تظاهرات چقدر بوده امروز در بغداد.
ایران چقدر هنوز روی این گروه ها نفوذ داره در عراق؟ مثلا این حمله های راکتی که اخیراً انجام شد، آمریکا میگه که کار نیروهای تحت حمایت ایران بودن و ایران این رو تکذیب کرده. آیا میشه گفت که بعد از قاسم سلیمانی وضعیت طوری شده که این نیروها ممکنه حتی بدون حمایت ایران دست به اقدامات خودسرانه بزنن؟ طبیعیه که بعد از کشته شدن سلیمانی و بعد از کشته شدن ابو مهندس که واقعا حلقه مهمی بود در ارتباط بین ایران و قاسم سلیمانی، فراموش نکنید ابو مهندس هم ایرانی بود هم عراقی بود، مادرش ایرانی بود، فارسی رو خیلی خوب صحبت میکرد، مترجم آقای قاسم سلیمانی بود، چون قاسم سلیمانی نه انگلیسی بلد بود نه عربی، به همین علت میتونست نفوذ ایران رو در اونجا به اصطلاح تداوم بده. و با کشته شدن ابو مهندس عملاً پشتیبانی ایران کمتر شده، نفوذ ایران کمتر شده، ترس ایران هم از این هست که کنترل نداشته باشه نسبت به همه این گروه ها. به همین علتی که ایران تمام مدت این چند روز آخر اعلام میکرده که ما نیستیم، طرفداران ما نیستن که این حمله ها رو میکنن، چون ایران تمایلی نداره که مجبور بشه با آمریکا درگیر بشه، ولی خطر این هست که به هر حال گروه هایی هم باشن که 100% حرف ایران رو نپذیرن و از مواضع خودشون حرکت کنن. ولی در جمع میشه گفت که عراق امروز دیگر عراقی که زمانی که قاسم سلیمانی و ابو مهندس زنده بودن نیست. چقدر اسماعیل قاآنی تونسته تاثیرگذار باشه؟ اینطور که از حرفای شما برمیاد به نظر نمیرسه که آقای قاآنی تونسته باشه جای آقای سلیمانی رو بگیره. به هیچ وجه. آقای قاآنی اولا هر بار که میخواد بیاد، شما دیشب هم در بی بی سی در مسابقه که با یکی از مسئولان عراقی داشتید اعلام کرد که آقای عراقی دیگر مثل آقای سلیمانی از پنجره وارد بغداد نمیشه، بلکه باید در بیاد، باید ویزا داشته باشه. این خودش خیلی خیلی مسئله مهمیه. آقای قاآنی گروه های عراقی نمیشناسنش و اون اهمیتی که آقای سلیمانی داشت به خاطر رابطه شخصی که با تک تک فرماندهان عراقی به وجود آورده بود هست. یعنی خیلی خیلی دور بود که بتونه قدرت سلیمانی داشته باشه. حتی حسن نصرالله گفت که قاآنی هنوز در این زمین جوان است، باید بهش وقت بدیم که به اصطلاح به تجربه سلیمانی برسه. اینکه این وقت باقی خواهد ماند یا نه، اون بحث دیگری است. ممنونم ازتون. علی سرزاده با ما. نگاهی بندازیم به سرخط خبرهای مهم روز. همزمان با افزایش 10% مراجعه به اورژانس در شهرهای بزرگ ایران به علت آلودگی هوا، وزیر نفت گفته که مایل نیست سوخت مازوت استفاده شود، اما چاره دیگری نمانده. در اولین سالگرد ترور قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران، طرفداران او در چند کشور منطقه از جمله بغداد پایتخت عراق تجمع کردند. در ادامه برنامه، نقاشی وسایل نقلیه در پاکستان از کامیون تا هواپیما. نماینده اداره مهاجرت سازمان ملل متحد در بوسنی به بی بی سی گفته که پناهجویان در اردوگاه سوخته لیپا اعتصاب غذا کردند. 11 روز پیش کمپ لیپا در شمال غرب بوسنی آتش گرفت و 900 ساکن آن در سرمای زمستان آواره شدند. دولت بوسنی اول قرار بود پناهجویان را به پادگانی در جنوب این کشور منتقل کند، اما بعد نظرش عوض شد. پرهام قبادی گزارش می‌دهد. هوا بس ناجوان مردان سرد است برای پناهجویان اینجا در نزدیکی شهر بیاچ در شمال غربی بوسنی و هرزگوین. مردان آواره‌ای که 11 روز است در سرما گرفتارند. این اتوبوس‌ها قرار بود به شهر برادینا در جنوب این کشور منتقلشان کنند، به پادگانی نظامی تا موقتاً سرپناهی داشته باشند و از زمستان سرد جان سالم به در ببرند. اما بعد از 36 ساعت انتظار، مقام های بوسنی نظرشان عوض شد. از دیشب تو اتوبوس بودیم. به ما گفتن میفرستندمون به سارایوو یا شایدم کمپ بیرا در شهر بیهاچ. نمیدونیم. دقیقا نگفتن چه بلایی سرمون میاد. اما گفتن چیز خوبی در انتظارمونه. ولی متاسفانه دستور دادن که از اتوبوس ها پیاده شیم و برگردیم به لیپا. کمپ پناهجویان لیپا خانه اولشان بود و این چیزی است که از آن به جا مانده.
اردوگاهی موقتی که 9 ماه پیش با شروع کرونا برای پناهجویان برپا شد و 11 روز پیش آتش گرفت و سوخت. ساکنانش حالا در برزخ بلا تکلیفی ماندند. ارتش بوسنی در همین مکان اقدام به ساخت اردوگاه دیگری کرده. کمک ملموسی که ارتش میکنه ساخت 30 چادر بزرگ برای اسکان 1500 نفر با بیش از 1000 پتو و 300 کیسه خوابه. نماینده اداره مهاجرت سازمان ملل در بوسنی به بی بی سی گفته که حالا پناهجویان در اعتراض به وضعیتشان دست به اعتصاب غذا زدند. بیش از 900 نفر در زمستان بوسنی گرفتارند که هدفشان فعلا زنده ماندن در این سرمای جانسوز است. پرهام قبادی، بی بی سی. یک مقام اسرائیلی اظهارات وزیر خارجه ایران در مورد تلاش اسرائیل برای کشاندن آمریکا به جنگ با این کشور را بی‌معنی خوانده. یوال استاینیتیز، وزیر انرژی و عضو کابینه امنیتی اسرائیل به رادیوی این کشور گفت که اسرائیل در یک سال گذشته در حال آماده باش برای حملات موشکی احتمالی از طرف ایران بوده. محمد جواد ظریف در توییتی نوشته بود که عوامل به گفته او آتش افروز اسرائیل در حال توطئه هستند تا دولت ترامپ را به بهانه ساختگی در مسئله جنگ گرفتار کنند. او خطاب به رئیس جمهوری آمریکا نوشته بود مراقب تله باشید. پلیس پاکستان از کشته شدن دست کم 11 کارگر معدن زغالسنگ در حمله شبه نظامیان در منطقه بلوچستان خبر داده. کارگران در راه رفتن به محل کار روبوده شدند و بعد با آنها شلیک شد. بعضی از این کارگران با وجود جراحت فرار کردند. گزارش‌های اولیه می‌گوید که بیشتر کشته شدگان از اقلیت شیعه هزاره بودند. عمران خان نخست وزیر پاکستان این حمله را تروریستی خوانده. سال گذشته برای اولین بار جمعیت کره جنوبی کاهش پیدا کرد. این کشور کمترین میزان باروری را در دنیا دارد. با این حال آمار زاد و ولد در سال 2020 نشان می‌دهد که تعداد نوزادان نسبت به سال قبل از آن 10% کمتر شده. دولت مشوق‌های مالی سخاوتمندانه‌ای برای زوجین در نظر گرفته. با این حال تعداد افرادی که می‌خواهند بچه دار شوند کاسته شده. خب بذارید برگردیم به خبری که قبلا داشتیم، این که نماینده اداره مهاجرت سازمان ملل متحد در بوسنی به بی بی سی گفته که پناهجویان در اردوگاه سوخته لیپا اعتصاب غذا کردند. بریم به بوسنی. روی خط تلفن امیر لباف، پناهجوی ایرانی با ماست. آقای لباف، صدای منو میشنوین؟ سلام خدمت شما و همکاران محترمتون. شما خودتون در این کمپ لیپا بودین قبلا، از شرایط اونجا میشه مقداری برای ما بگین؟ خدمت شما عرض بکنم که من در این کمپ متاسفانه امکانات خیلی حداقلی وجود داشت. در اصل یک سرپناهی بود برای پناهنده ها و شرایط مناسب نبود، به طوری که خیلی از پناهنده ها حتی نتونستن اونجا توقف بکنن و از کمپ خارج شده بودن. 900 نفر بودند که واقعا به حداقل شرایطی که در داخل این کمپ بود راضی بودند که یک سرپناهی برایشون باشه. حتی با اینکه امکانات خوبی نبود، می‌خواستن که از سرمای بیشتر و از بارش باران و برف در امان باشن. اما خب متاسفانه با همین حداقل‌هایی هم که اونجا قرار بود ماندگار بشن، با فشارهایی که بر اونها وارد شده بود، در روزهای آخر دیگه همه رو اجبار کرده بودن که اون 900 نفر باقی مونده هم محل رو ترک بکنن. ولی خب چون موافق نبودن پناهنده از اونجا خارج بشن، متاسفانه آتش سوزی اونجا اتفاق افتاد که هنوزم منبع این اتفاق مشخص نیست که از چه طرفی اتفاق افتاده واقعا. یعنی این آتش سوزی بابت چه مسئله یا به وسیله چه کسانی ایجاد شده مشخص نیست. الان این کسانی که در کمپ لیپا بودن جایی ندارن برن. شما خودتون چطور تونستید در کمپ دیگه ای ساکن بشین؟ بنده به خاطر اینکه خودم پناهنده کشور بوسنی هستم، یعنی بیش از 1.5 سال من درخواست پناهندگی در این کشور دارم و به خاطر آسیب پذیر بودن، چون من روی ویلچر هستم، به خاطر همین روی ویلچر بودنم و پرونده پناهندگیم تونستم که در کمپ خانوادگی استقرار پیدا کنم. معمولا ایرانیان افغانهایی که
در بوسنی هستند به عنوان پناهجو، آیا هدفشون موندن در بوسنیه یا میخوان از طریق بوسنی به کشوری دیگه برن؟ ببینید، اکثریت افراد به خاطر اینکه موقعی که به بوسنی میرسن میبینن که شرایط بوسنی برای باقی موندنشون در این کشور واقعا مناسب نیست. به طور مثال شخص خود من با اینکه آسیب پذیر هستم و بر روی ویلچر هستم، یک سال و نیمه که اینجا درخواست پناهندگی دارم و حتی به پرونده پناهندگی من رسیدگی هم نشده و حتی اینترویو هم نشدم در این کشور. به خاطر همین امیدی ندارم خیلی ها که در این منطقه بمونن و اکثریت دنبال اینن که به یک کشوری با شرایط بهتر برسن. خیلی ممنونم ازتون. امیر لبا، پناهجوی ایرانی در بوسنی. در پاکستان رسم است که کامیون ها رو رنگ میزنند و با دقت تزیین میکنند. برای راننده های کامیون این تزیین ها در سفرهای طولانی یادآور خانه هایشان است. در طول سالیان این کار هنرمندان و طراحان زیادی رو در سراسر دنیا تحت تاثیر قرار داده. حالا یک هنرمند وسیله نقلیه دیگه رو تزیین کرده. از بزرگراه ها تا آسمان، تزیینات و رنگ‌های مختلف را راننده‌های کامیون‌های جاده‌ای به خیابان‌های پاکستان آوردند. هنر تزیین کامیون همچنین به یکی از صادرات بزرگ فرهنگ این کشور تبدیل شده. حالا یک آکادمی پرواز هواپیمای دو نفره سسنا را به همان روش پرزرق و برق رنگ می‌کند. حیدر علی هنرمندی است که مسئول این پروژه است. پدرش او را آموزش داده و از کودکی در کار رنگ کامیون هاست. بہت زبردست ایکسپیرینس رہا ہے اور این تجربه فوق العاده ایه. دانش آموزان هم فرصت میکنن که یاد بگیرن. چیز جدیدیه برای ما. از این تجربه خیلی لذت میبریم. تفاوت زیادی بین کامیون و هواپیما نیست. من همیشه دوست داشتم یک هواپیما رو رنگ کنم و خدا آرزوم رو برآورده کرد. رئیس آکادمی پرواز میگوید این کار چهره پاکستان را بهتر میکند. ما همیشه می‌خواستیم چهره بهتری از کشورمون بسازیم و فرهنگ پاکستان رو تبلیغ کنیم. هر جا نام پاکستان در رسانه‌های بین‌المللی برده می‌شود به نحوی منفی است. او امیدوار است که همه 8 هواپیمای آکادمی پرواز نقاشی و تزیین شوند. اما حیدر علی حتی هدف بزرگتری دارد. او می‌خواهد در آینده نزدیک یک ایرباس عظیم را رنگ کند. برای این نوع هنر حد و نهایتی نیست. به پایان این بخش خبر رسیدیم. ممنون که با بی بی سی فارسی همراه هستید. با ما بمونید برای خلاصه خبرها. من باران عباسی هستم.